گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده. از خون جوانان وطن لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله دمیده، در ماتم سرو قدشان سرو خمیده، در سایه گل بلبل از این غصه خزیده. گل نیز چو من، گل نیز چو من در غمشان جامه دریده. آهنگی که شنیدید از عارف است. ابوالقاسم عارف، زاده قزوین. عارف همان شاعر وطن پرست تصنیف‌ساز و آهنگ‌پرداز شهیر که نامش در تاریخ انقلاب مشروطیت ایران به حق ثبت گردیده، زیرا در تمام دوره انقلاب پیدایش و جوشش، گسترش و پیروزی، تأثیر شعر و آهنگ وی از نفوذ کلام ناطقین و قلم نویسندگانی که شور میهن در سر و آتش عشق وطن در دل داشتند کمتر نبوده. کلام آمیخته با آهنگ او وقتی با لحن خوش و زیرایش ادا می شد چنان در دل می نشست و نیک به شرایین می رسید که قطرات خون شنونده را با بهشتی رایحه‌ای معطر می ساخت. صدای ناله عارف به گوش هر که رسید چو دف به سر زد و چون چنگ در خروش آمد. یا به هنگامی که از کنجی از دل افروختش آن بیان بی کلام ملکوتی برمیخواست و از گوشه دیگر این کلام موزون و دلدوز و اثر بخش بدان میپیچید. از خون جوانان وطن لاله دمیده، از خون جوانان وطن لاله دمیده، در ماتم سرو قدشان سر خمیده، در سایه گل بلبل از این قصه خزیده. گل نیست چمن، گل نیست چمن در غمشان جامه دریده. Thank you.
تأثیر شعر عارف در صمیمیت و سادگی و بی تکلفی و طبیعی بودن کلام اوست که هیچگاه حال و حقیقت را فدای صنعت و زینت و ظواهر شعر ننمود. عظمت صاحبان قدرت و سرودن اشعار فرمایشی مختلف بود و آنچه می سرود گرچه اغلب دور از انسجام شمرده می شود ولی بیان دل حساس و چشم تیزبین، هوش سرشار و فضل او بوده است. چهار صفتی که در تمام مدت عمرش وبال زندگانی و دشمن راحتیش بوده است. محیط گریه و اندوه و قصه و مهنم. محیط گریه و اندوه و قصه و مهنم، کسی که یک نفس آسودگی ندید منم. چو شمع آب شدم بس که سوختم فریاد. چو شمع آب شدم بس که سوختم فریاد، که دیگران ننشستم پای سوختنم. به کشم من همه گلهای گلستان چون خار خلد، اگر به تماشای گل نظر فکنم. بگو به یار که اندر پی هلاکت من، بگو به یار که اندر پی هلاکت من، دیگر مکوش که خود در هلاک خویشتنم.
کسی که یک نفس آسودگی ندید، جای Thank you.
صفحه هلاکت من. بگو به یار چند درفه هلاکت من. دگر مکوش دگر مکوش که خود در هلاک خیشتنم. جا یا یا چه یک نفس آسودگی ندید منم. یا کسی که یک نفس آسودگی ندید منم. یا یا هزار عقده ز دل ای سرشک وا کردی، بیا بیا که چه خوش آمدی صفا کردی. به کیست سرزده بیرون شدی ز روزن چشم، چه شد که سر دل شاو و برملا کردی.
و زین دل شکستنت شادم، دلم شکستی و زین دل شکستنت شادم، که بنده ای را همسایه با خدا کردی. تو درس هجر به بس دادیم به مکتب عشق، تو درس هجر ز بس دادیم به مکتب عشق، مرا به وقت چو طفل گریز پا کردی. فراق روز مرا تیره تر به زلف تو کرد، فراق روز مرا تیره تر به زلف تو کرد، ببین که دشمنی دوست تا کجا کردی. تمام عمر به می هم نشین شدی عارف، تمام عمر به می هم نشین شدی عارف، به خلق دور شدی دوری از بلا کردی. عجب نباشد که عارف حساس چون گرفتار دل افتد و چه بسا افتاد و به یک کرشمه و گردش چشمان سیاهی پاک بباخت، روزگاری دور از ناله و فغان بگذراند، خاصه که به این عقیدت هم باشد. از آن ملتم که هیچ کارش به غیر ناله و آه و فغان نبوده. اگر استیلای سیاست آن روز بیگانگان و مداخلات ناروا و مظالم آنها را در نظر آوریم، در رأی‌العین می‌بینیم که بیشتر رمز حزن‌انگیز بودن غزل‌ها، ترانه‌ها و آهنگ‌های عارف در چه نهفته است و از چه رو نده و عشق از آهنگ و شعرش می‌بارد، و گاه هم اگر مفاد و مفهوم کلامش مهیج است، آهنگی که بدان آمیخته است محزون و غم‌انگیز است، ولو اینکه هدف فی المثل تهییج و ترقی و تعالی نسوان باشد که مورد آرزویش بود. گریه را به مستی بهانه کردم، گریه را به مستی بهانه کردم، شکوه ها ز دست زمانه کردم. آستین چو از چشم برگرفتم، سیل خون به دامان روانه کردم. همچو چشم مستت جهان خراب است، همچو چشم مستت جهان خراب است، از چه رو روی تو در حجاب است. رخ مپوش این دور انتخاب است، من تو را به خوبی نشانه کردم.
حضرت عارف بعد از انقلاب و نیل به آزادی دو چیز بود. یکی تعالی و ترقی نسوان که به اختصار بدان اشارت رفت و دیگر گسترش فرهنگ. شاید وی این دو را داروی مؤثر و قاطع رفع مفاسد اجتماع می دانست و چنان فکر می کرد. فکری که پس از نیم قرن تجربه امروزه بدین نتیجه و عقیده رسیده این که رفع این مفاسد دفعتاً میسر نیست و تهذیب اخلاق هر جامعه‌ای بسته به تربیت افراد آن است که باید از دامان مادری تربیت یافته آغاز، در مدارس مجهز دنبال و به کمک تفریحات سالم و آموزنده در سایه عدالت یعنی تأمین قضایی رو به کمال برود. عارف از تعصبات خشک و بیجا، خرافات و تلون عقیده، درویی، تملق، بوقلم و صفتی و رنگ و نیرنگ و ریا بیزار و سخت عصبانی بود. به تلخی از مردم یاد میکرد که پروانوار به دور کسی که در قدرت و شهرت هست میچرخند، ولی به هنگام سردی و بیبرگی حتی یادی هم از اون نمی کنند. بیمار درد عشق و پرستارم آرزود، بیمار درد عشق و پرستارم آرزود، بهبود زند و نرگس بیمارم آرزود. یاران شدند بدتر از اغیار، گو به دل که یار غار صحبت اغیارم آرزود. ای دید خون ببار، ای دید خون ببار، که یک ملتی به خواب رفت است و من دو دیده بیدارم آرزود.
شادروان عارف که به سال 1312 خورشیدی در همدان درگذشته، علاوه بر قطعات و غزلیات ترانه‌های باقی مانده که به اهتمام استاد دکتر رضازاده شفق جمع‌آوری گردیده و با مختصری از شرح زندگانی این شاعر و آهنگساز میهن پرست که به قلم خود او نگاشته شده به همت آقای سیف آزاد به طب رسیده است. یکی از آرزوهای عارف که به خط خوش و زیبای خود نوشته این بود که آهنگ‌های 23 گانه‌اش را به نوت و بر وفق اصول علمی موسیقی بنویسند که بی کم و کاست خوانده شود. آرزویی که یقین داریم با همکاری صمیمانه آقای مرتضی محجوبی هنرمند گلها که همیشه در کنسرت‌های عارف شرکت داشته و همچنین به کاردانی و دانش آقای روح الله خالقی رهبر ارکستر گلها به تدریج برآورده خواهد شد. آنچه به سمع رسید برنامه مخصوص گلهای رنگارنگ بود که به یاد شادروان عارف و با همکاری خانم الهه و آقایان مرتضی محجوبی بنان و گلپایگانی تنظیم گردیده. شعر و ترانه و آهنگ از عارف، تنظیم و هارمونی از آقای روح الله خالقی، ویولون آقای پرویز یاحقی، گوینده روشنک.